برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. اعتراف رئیس جمهور ترامپ به اشتباه لفظی در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در افغانستان. و درخواست مجدد رئیس جمهور غنی از طالبان مبنی بر اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. سلام، سرزیا هستم. به برنامه خبری امروز چهارشنبه 18 ماه جولای سال 2018 خوش آمدید. برنامه امروز در فیسبوک دری صدای آمریکا نیز به گونه مستقیم نشر میشه و من هم مثل هر روز تقاضا میکنم تا پایان برنامه ما را همراه باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز بار دیگر از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دفاع کرده و دیدار خود را موفق خوانده است. این در حال است که کمتر از 24 ساعت قبل رئیس جمهور ترامپ گفته بود که او یافته‌ها مبنی بر مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را میپذیرد. قبل از این دونالد ترامپ بر روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهور روسیه اظهارات برعکس داشت، اما رئیس جمهور ترامپ گفته است که او در جریان آن کنفرانس اشتباه لفظی کرده بود. معلومات بیشتر در این مورد را همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و هم اکنون از مقابل امارات کانگریس در برنامه با ما هستند. جزئیات تازه در مورد صحبت‌ها و یا هم بیانیات امروز رئیس جمهور ترامپ پیش شما چی است آقای عزیز؟ تشکر آقای ضیا. رئیس جمهور دونالد ترامپ فقط یک یا دو ساعت قبل در توییتر خود دیدار با پوتین را توصیف کرده و گفته که تعداد زیادی از مقامات استخباراتی نیز از کنفرانس مشترک خبریش با پوتین استقبال کرده اند. رئیس جمهور ترامپ همچنان گفته که این دیدار یا دیدار با پوتین در آینده نتایج مثبت نیز خواهد داشت. البته در حال است که رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز گفت که او یافته های ادارات استخباراتی امریکا مبنی بر مداخله روسیه در انتخابات 2016 ایالات متحده را میپذیرد و افزود که در کنار روسیه ممکن تعداد از افراد و اشخاص دیگه نیز دخیل باشند یا دست داشته باشند. اما این را گفت که مداخله روسیه در انتخابات 2016 ایالات متحده هیچ کمک در برنده شدنش نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که او در مورد دخالت روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده اشتباه لفظی کرده است. جمله باید این دار می بود که دلیل نمی بینم که چرا روسیه نباشد. رئیس جمهور ترامپ این وضاحت را یک روز پس از آن داد که به روز دوشنبه گفته بود که او بر این گفته های رئیس جمهور روسیه که گویا مسکو در انتخابات ایالات متحده مداخله نکرده است باور دارد. پوتین همین حالا گفت که روسیه مداخله نکرده است. می خواهم بگویم که هیچ دلیل نمی بینم که چرا روسیه باشد. تناقض در کلام رئیس جمهور در مورد ارزیابی های ادارات استخباراتی ایالات متحده سبب شده است که قانونگذاران جمهوری خواه به روسیه چنین هشدار بدهند. فکر می کنم روسیه ضرورت دارد تا بداند که تعداد زیاد ما می دانیم که در انتخابات سال 2016 چی رخ داد و بهتر است تا در انتخابات سال 2018 تکرار نشود. من ضرورت داشتن روابط خوب را درک می کنم، اما روسیه یک دولت تهدیدگر است که منافع و ارزش های مشترک با ما ندارد. با وجود آنکه هیئت رهبری قانونگذاران جمهوری خواه واضحا دونالد ترامپ را مورد انتقاد قرار نداده اند، اما تعدادی از همحزبیانش در مورد عواقب جهانی اظهارات ترامپ ناراحتند. فکر می کنم این اظهارات ارزش های اساسی ما را متضرر می سازد. این یک ضربه محکم بر حاکمیت ماست. قانونگذاران دموکرات نیز نظر مشترک دارند. طوری که همه می دانیم پوتین یک رهبر ظالم است که می خواهد همبستگی ما را از هم بباشد، اتحاد غربی را متضرر سازد و دموکراسی را از بین ببرد. در حالی که چشم جهان متوجه اوست، این واضح است که رئیس جمهور ایالات متحده همدست با پوتین است. در عین حال تعداد از قانونگذاران جمهوری خواه می گویند که موجودیت سند در مورد دخالت روسیه در انتخابات با این معنا نیست که رئیس جمهور ایالات متحده نیز شریک جرم باشد. عزیز جان، گام بعدی قانونگذاران ایالات متحده در کانگرس ایالات متحده البته در قبال اظهارات
رئیس جمهور ترامپ یا هم موضعی گیریش چه خواهد بود؟ خب سیار جنرال آذر، فقط همقدر میدانیم که قرار است قانونگذاران ایالات متحده در جریان همی هفته مایک پامپئو وزیر خارجه حکومت رئیس جمهور ترامپ را به کانگرس بخواهند و از ایشان در مورد مداخلات روسیه طالب معلومات شوند و گفته میشه که مایک پامپئو ممکن با سوالات جدی و تند قانونگذاران آمریکایی روبرو خواهد شد. از جانب دیگه باز واکنش ها در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور ترامپ در مورد مداخله روسیه و همچنان اظهاراتش در یا انتقاداتش که اخیراً از رهبران اروپایی داشت، در این مورد واکنش ها هنوز هم جریان داره. تعداد از قانونگذاران آمریکایی و تحلیلگران به این باور هستند که اگر این و موضع‌گیری های رئیس جمهور ترامپ ادامه داشته باشه، ممکن که ثبات جهانی متضرر شود. همکارم یلدا بکتاش در این مورد یک گزارش را تهیه کرده که با هم یک جا می‌بینیم. رئیس جمهور ترامپ پس از اظهار نظرهای نامتعارف در نشست ناتو و بعداً در دیدارش با پوتین، دیروز متن از پیش نوشته شده ای را در برابر کمرخان تا به نوع جنجال های ایجاد شده روی اظهارات خود را ترمیم کند. رسانه ها اظهارات مرا به گونه اشتباهی پوشش دادند. آنها گفتند که من به مردم بی احترامی کردم. اگر خواستن پرداخت سهمشان توهین و بی احترامی است، بله، شاید من به آنها بی احترامی کرده باشم، اما می توانم بگویم که وقتی آنجا را ترک کردم همه خوشحال بودند. صبح سه‌شنبه نیز آقای ترامپ در توییت رسانه ها را برای نوع پوشش آنچه او یک دیدار بسیار خوب با رهبر روسیه نامید سرزنش کرد. در حالی که من دیدار بسیار خوبی با ناتو داشتم و موفق به جمع‌آوری پول زیاد شدم، من حتی دیدار بهتری با پوتین داشتم، اما متاسفانه آن طور انعکاس نیافت، زیرا بازار اخبار جعلی دوباره داغ شده است. تایه دیدار ترامپ از اروپا، تلویزیون CBS از او پرسید که چه کسی بزرگترین دشمن آمریکا است. ما دشمنان زیادی داریم. من فکر میکنم با توجه به آنچه اتحادیه اروپا در تجارت با ما انجام میدهند، آنها یکی از دشمنان ما هستند. اظهاراتی که رهبر اکثریت سنا و سایر سناتوران جمهوری خواه را مجبور کرد تا به متحدین اروپاییشان اطمینان خاطر بدهند. اجازه بدهید به دوستان اروپایی خود بگویم که پیمان ناتو برای ما با ارزش است. این مهمترین اتحاد نظامی در تاریخ جهان است. اما معتقدیم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا دوستان ما هستند و روسیه دوست ما نیست. برخی تحلیلگران بر این باورند که در اثر اظهار نظرهای اخیر ترامپ در نشست ناتو و هلسینکی، متحدین آمریکا در اروپا دچار تزلزل شدند. طرز من این است که اروپایی ها فکر کنند که تصمیمی که برای حفظ امنیت توسط آمریکا در گذشته وجود داشت دیگر وجود ندارد. اما ادعای نیز با این تحلیل مخالفند و میگویند که برخلاف آنچه به نظر می رسد، تغییری در حمایت آمریکا از ناتو به وجود نیامده است. ما می‌بینیم که آمریکا به گونه‌ای تدریجی حمایت‌های نظامی خیش را در کشورهای شرق اروپا که به دلیل نزدیکی با روسیه آسیب‌پذیر هستند، افزایش داده است. با این همه، شماری از کشورها منتظرند تا ببینند آیا آمریکا از پیمان ناتو خارج می‌شود یا خیر، تصمیمی که ممکن باعث تغییر در نظم فعلی جهانی شود. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. خب در همین حال یک زن روسیه که به اتهام جاسوسی برای روسیه در واشنگتن دی سی بازداشت شده امروز به محکمه حاضر می شود. سرانوالان امریکایی گفتند ماریا بوتینا، شهروند روسی که 29 سال دارد، با گروه ها و سیاستمداران محافظه‌کار امریکایی روابط برقرار کرده و در خفا برای حکومت روسیه جاسوسی می کرد. با گفته یه سرانوالان، خانم بوتینا برای نفوذ در داخل سازمان‌های سیاسی آمریکا با ویژه انجمن ملی تفنگداران کار کرده و به یک مقام ارشد حکومت روسیه در مسکو گزارش داده است. در صورت تثبیت جرم، خانم بوتینا به 5 سال زندان محکوم شده می‌تواند. و محکمه بین المللی عدالت گفت که ایران علیه ایالات متحده در این محکمه اقامه دعوا کرده است. ایران در این اقامه دعوا گفته است وضع تعزیرات ایالات متحده بر ایران نقض پیمان دو جانبه بین دو کشور می باشد که در سال 1955 امضا شده بود. ایران از محکمه بین المللی عدالت خواسته تا بر رفع موقت تعزیرات اقتصادی آمریکا علیه ایران رأی بدهد تا دعوای حقوقی دو کشور در این محکمه حل گردد. محکمه بین المللی عدالت یک محکمه جهانی وابسته به ملل متحد بوده که اختلافات بین کشورها را حل می کند. انتظار میره ایالات متحده علیه اقامه دعوای ایران در محکمه اعتراض کند و استدلال نماید که موضوع تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران
در حیطه صلاحیت این محکمه نیست. روسیه و تاجکستان نخستین تمرینات مشترک نظامی علیه طالبان را در نزدیکی ولایت بدخشان آغاز کرده است. با گفته مقام ها، هدف از اجرای تمرینات دیروز آمادگی در برابر حملات احتمالی طالبان از خاک افغانستان است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت دفاع تاجکستان گزارش داده است که بیش از 10,000 سرباز در این تمرینات شرکت می کنند. در گزارش به نقل از اردوی روسیه آمده است که 400 سرباز روسی و بیش از 80 وسیله نظامی روسی از پایگاه نظامی روسیه در تاجکستان به محل تمرین انتقال داده شدند. این بار اول است که روسیه و تاجکستان چنین تمرینات را در نزدیکی ولایت بدخشان در سرحد افغانستان انجام می‌دهد. روسیه همواره به خاطر آنچه افزایش فعالیت‌های گروه‌های افراطی و ویژه گروه دولت اسلامی در افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده است. آغاز تمرینات نظامی مشترک روسیه و تاجکستان در سرحد با افغانستان و آن هم در نزدیکی بدخشان چه تأثیر بر وضعیت امنیتی منطقه و مناطق سرحدی افغانستان خواهد داشت؟ و آیا این عملیات در هماهنگی با مقامات و مسئولان افغان صورت گرفته است یا خیر؟ برای دریافت تازه ترین معلومات در مورد فرصت داریم تا با محترم احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان که همکنون از طریق اسکایپ در برنامه با ما صحبت داشته باشیم. بیگزاد صاحب سلام بر شما، تشکر از وقتتان. در آغاز اگر کم معلومات بدین، تمرینات نظامی مشترک بین تاجکستان و روسیه دقیقاً چه زمانی آغاز شده و آیا شما قبل از آغاز تمرینات چیز معلومات در دسترس داشتین، براتون چیز معلومات داده شده بود از طرف دو کشور یا خیر؟ خب سلام به شما و همکارای شما و بیننده‌های عزیز. قسمی که شما سوال کردین، من در جواب سوال شما خدمت شما عرض می‌کنم که در قسمت تمرینات نظامی در مرز افغانستان کشور تاجکستان یک هماهنگی را با نیروهای امنیتی و مسئولین محلی ولایت بدخشان نداشته. اگر در مرکز هماهنگی را کرده باشند تا هنوز دستوری برای ما نیامده. بزرگ بگذار سبیه، یعنی شما آگاهی نداشتین از آغاز عملیاتی که گفته میشه بر ضد تهدید طالبان در منطقه و به خصوص در منطقه شمال افغانستان انجام میشه، بله؟ خب تمرینات نظامی در خاک تاجکستان اگر شده باشه ما آگاهی نداریم، بله. گفته میشه که تمرینات نخستین در نوع خود علیه تهدید طالبان در منطقه است. چه فکر میکنین والی صاحب؟ آیا طالبان در واقع تهدید به تاجکستان و در نهایت روسیه بوده میتونه؟ فعالیت‌هایشان در بدخشان تا چه حد است؟ خب اما قسمی که شما میفهمین نظر به موقعیت مهمی که بدخشان داره و فرازی کوهستانی داره و در مرز با تاجکستان است و از زمانی که اسامه بن لادن زنده بود فعالیت های تروریستی در افغانستان داشت و مورد علاقه از او بود که باید در بدخشان پایگاه سازی بکنه و به اساس اونمو استراتژی را که اسامه بن لادن داشت هنوز هم پروژه های خارجی با کمک و همکاری طالبا تلاش دارن که پایگاه منظم و قوی را در بدخشان ایجاد بکنن تا هم بدخشان و هم کشورهای همسایه تهدید بشن. جناب والی صاحب، وقت از تروریست های خارجی صحبت میکنین، کدام تروریست های خارجی مشخصن؟ خب بیشتر از کشورهای آسیای میانه و ترکستان شرقی که مربوط به کشور چین است. القاعده و داعش آیا در بدخشان فعال است؟ اگر هستند تا چه حد و تا چه شمار سرباز و یا هم جنگجو دارند؟ خب اینجا بیشتر طالبایی که در بدخشان هستن محلی هستن، اینا رابطهشان با القاعده هستن و در هماهنگی با هم تا هنوز کار کرده و فعالیتاشون بیشتر با القاعده است. آقای علی، یعنی شما تایید میکنین که طالبای افغانی که در ولایت بدخشان فعال هستن رابطه مستقیم با گروه دهشت افغانی القاعده دارن؟ ولی همین تروریست هایی که مربوط به ملیت های مختلف از آسیا میان هستن، اینا بیشتر عضویت القاعده را دارن. در مورد طالبای افغان هم گفتین که با القاعده رابطه داره، بله؟ ولی اینا در هماهنگی و حمایت طالبای افغان در بدخشان فعالیت هاشون انجام میتن و پایگاه سازی کردن. برای رفع همین تهدیدها قبلا گفته شده بود حکومت افغانستان از چین خواسته بود تا افغانستان را در تجهیز و حمایت از لوای نیروهای کوهی در ولایت شما کمک بکنه. لوای نیروهای کوهی در چه مرحله‌ای قرار داره؟ فعالیتش در چه حد است؟ و آیا چین کمک عملی را با این لوا آغاز کرده یا خیر؟
خب در حد گفتگو بوده با وزارت محترم دفاع، تا هنوز لوا ایجاد نشده و هیچ نگونه کمکی هم تا هنوز صورت نگرفته، به خاطر از اینکه تا هنوز لوا ایجاد نشده. جناب والی صاحب، شما برای رفع تهدید گسترده ای که روسیه به او اشاره میکنه، موجودیت افرادگرایان و موجودیت دهشت افغانان مثل گروه دولت اسلامی و القاعده و طالبا در منطقه و ویژه در ولایت بدخشان، چه کار انجام دادین و حکومت مرکزی تا چه حد با شما همکار بوده در رفع نگرانی ها؟ خب ما بیشتر کار برای تامین امنیت شهروندان خود، کشور خود و ولایت خود انجام میدیم، نه تنهایی که کشورهای همسایه از ما نگران باشند از موجودیت تروریست ها در بدخشان. خب ما همیشه عملیات های تصفیه‌ای در سازماندهی کردیم و میکنیم و شما بهتر میشونید که چندین سال به این طرف ما درگیر جنگ با تروریست ها در بدخشان هستیم. جناب والی صاحب، منعیس سوال اخیر، روسیه متهم شده که به طالبا کمک میکنه و حال تمرینات نظامی علیه تهدید طالبا انجام میده. آیا شواهد وجود داره که روسیه به طالبا و یا هم گروه های دیگی که در تبانی با طالبا در بدخشان فعالیت میکنه همکاری داشته و یا هم اونا را حمایت میکنه و یا هم تمویل میکنه؟ خب ما گزارشات را که باید بشنویم و این مورد تاییدی بخشای کشفی ما و استخبارات ما باشد، تا هنوز اما قسمی یک گزارش برای ما ارائه نکرده. جناب والی صاحب، تشکر از وقت شما، با امید بحث در برنامه بعدی. تشکر از شما. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، یک بار دیگر از طالبان مسلح خواست تا به پروسه صلح بپیوندند و در انتخابات آینده ای ریاست جمهوری کشور هم اشتراک کنند. رئیس جمهور غنی گفت که افغان ها برای رسیدن به صلح طرح و ابتکار دارند و آینده خود را خود رقم میزنند. آقای غنی امروز در نشست برد مشترک نظارت و انسجام در ارگ گفت که افغان ها برای رسیدگی به آینده روشن اراده محکم داشته و نمیخواهند که اسیر گذشته بوده و در زندان تاریخ بمانند. اول طول افغانان تر دی طالبان و پشمول دی جمهوری ریاست راتلون که انتخابات یو که فرصت ده خزموک به قانونی شرایطو که دغس یو استونزه نشته دی پزای سید انتخابات و روست سوله وکرو ولی هم دا وسی ونکرو زکه دی سوله لپاره استیجالیت موجود ده. آقای غنی میگوه که روند صلح باید همه جانبه باشد و به شکل اساسی و پیش برده شود. اما گزارش تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران نشان می‌دهد که در 6 ماه نخست سال 2018 میلادی خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان 22% در مقایسه به عین زمان در سال گذشته افزایش یافته است و در 6 ماه نخست امسال حداقل 11 خبرنگار جانشان را در افغانستان از دست دادند. بر بنیاد این گزارش از آغاز سال تا کنون 89 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت هم رسیده. شرح بیشتر در گزارش از کابل. این مرگبارترین رویداد برای خبرنگاران افغانستان بود که جان نو کارمند رسانه ای را گرفت و 2008 میلادی را به خونین ترین سال برای خبرنگاران مبدل ساخت. اکنون کمیته مسئولیت خبرنگاران با پخش گزارش تازه‌اش از آنچه که تبعات ناگوار آن رویداد خوانده می شود میگوید: این حادثه به خاطر اینکه 9 تن از خبرنگاران در یک حمله کشته شدند و شیوهی که این حمله انجام یافت نگرانی ها را از رهگذر مسئولیت به صورت گسترده افزایش بخشیده است. این حمله همچنان وقایع پوشش وقایع تروریستی را برای خبرنگاران به دلیل احتمال تکرار چنین عملات مشکل ساخته است. بر بنیاد گزارش تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران در 6 ماه نخست امسال 89 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شدند. طالبان و داعش عاملین 37 مورد از این خشونت ها بودند. نظامیان افغان و افراد وابسته به دولت هم عامل 36 مورد از این خشونت ها گفته شدند. 14 مورد خشونت علیه خبرنگاران از سوی افراد مسلح ناشناس صورت گرفته است. ادامه این روند میتونه که آزادی بیان در افغانستان را زیر تاثیر ببره و فعالیت خبرنگاری در افغانستان را به یک بنبست مواجه کنه. ما از حکومت افغانستان خواهان این هستیم که این تهدید را دست کم مهار بکنه. در گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران آمده است که بیشترین خشونت علیه خبرنگاران در کابل و حومه کابل صورت گرفته است. زون جنوب، زون شمال شرق و زون شمال به ترتیب بدترین محلات برای خبرنگاران در 6 ماه نخست امسال بودند. با این حال عدم دسترسی به اطلاعات مشکل دیگر است که اطلاع رسانی را دشوار ساخته است.
در کنار چالش‌های امنیتی مهمترین بحث برای خبرنگارها که سبب مشکل و میامدن مشکل در کارشان میشه عدم دسترسی به اطلاعات است. خبرنگاران نمیتونند به موقع به اطلاعات درست و سالم دسترسی پیدا بکنند و ناچار میشن به منابع دست دوم و سوم رجوع بکنند که کارشان ناقص میسازه و به نحو حکومت و خود کار رسانه را تحت شعاع قرار میده. در گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران همچنان آمده است که در ولایت های ننگرهار، کندهار، هلمند و غزنی به علت فعالیت های گسترده حراس افغانان خبرنگاران در تهیه گزارش های مربوط به این گروه ها ناگزیر به خودسانسوری می شوند تا جانشان را حفظ کنند. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، کابل. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها. تلویزیون آشنا صدای امریکا، منبع اخبار موثق و گزارش های جامع. دوستان، برای نخستین بار یک مرکز آموزش هوانوردی در عربستان درخواست زنان برای آموزش در رشته پیلوتی پذیرفته است. این مرکز گفته است که در ماه سپتامبر همین سال برای زنان صنوف آموزشی را آغاز خواهد کرد. همکارم جینا نوری در استودیو با ماست و جزئیات را پیش خود داره. شیلا جان بفرمایید. شیلا جان سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. زنان عربستان سعودی قرار است که به زودی در انستیتوت هوانوردی ثبت نام کنند که قبلا خیرن بر از اونها حق رانندگی داده شد. به همین دلیل با وجود از اینکه زنان هنوز تلاش دارن که به خاطر احیای حقوق خود مبارزه میکنن، اما به زودی اینا دستاورد بزرگ خواهند داشت که پیلوت میشن. واس کسب حق رانندگی دومین تحول بنیادی در سوق زنان در عربستان سعودی است که اکنون بانو در عربستان سعودی برای فراگیری از این مهارت ها در آکادمی به نام اکسفورد در شهر دمام ثبت نام کردن که به زودی پروسه آموزش آغاز میشه و یک گزارش تهیه کردیم که با هم مشاهده میکنیم. هفته ها بعد از اینکه زنان در عربستان سعودی حق رانندگی را به دست آوردند، دلال یشر تلاش را برای مسلک پیلوتی آغاز نموده است. آکادمی هوانوردی آکسفورد، یکی از مراکز پیشتاز در بخش تعلیمات هوانوردی و استخدام خدمه های طیاره، اکنون برای استخدام پیلوت های مسلکی در عربستان سعودی هشتمین شاخه خود را در میدان بین‌المللی شاه فهد با تقاضای نیازهای بخش داخلی بازگشایی نموده است. انا شوف انها فرصه رائعه خصوصا للمراه. بعقیده من این یک فرصت فوق العاده است، به خصوص برای بانوان. زنان می توانند به همچه اکادمی های معروف را بیابند. مردم برای آموزش مهارت های پیلوتی به خارج سفر می کنند و برای زنان نسبت به مردان این فرصت کمتر میسر بود. دلال یشر می گوید این اکادمی با تجربه 80 ساله اولین بار فرصت را برای زنان داده است و مقامات بخش هوانوردی عربستان به زنان اجازه درس خواندن و کار در بخش هوانوردی را فراهم نموده است. فرصت ها برای زنان در بخش های مختلف ایجاد شده است و زنان می توانند در هر رشته ای که علاقه مند هستند مهارت بیشتر کسب نمایند. ما دیگر در عصر زندگی نمی کنیم که زنان فقط در بخش های محدود اجازه کار را داشته باشند. همه راه ها برای زنان باز شده است و اگر اشتیاق وجود داشته باشد توانایی نیز وجود دارد. یکی از مقامات سعودی میگوید حدود 300 میلیون دلار در 3 مرحله برای آغاز کار آکادمی هوانوردی برای بانوان اختصاص یافته است. شاگردان در برنامه 3 ساله به طور عملی آموزش میبینند که در ماه سپتامبر امسال شروع میشود. طبعا حقیقه هیئت الطيران المدني هي ترعى مقام های هوانوردی ملکی سعودی از جمله یکی از ادارات کشور است که برنامه دیدگاه سال 2030 را تطبیق می کند و در آن تقاضا شده تا یک اداره خاص برای بانوان فرصت کاری در سکتور هوانوردی با عاید خوب در نظر بگیرند. سعودی به پیلوت های آموزش دیده و مسلکی زن و مرد نیاز دارد. در مراحل بعدی پروژه مکتب تعلیم طیاره و مرکز بین‌المللی هماهنگی پرواز در میدان هوایی شاملند. تا کنون چند هزار نفر تقاضای شمولیت را نمودند که 20% آن را بانوان تشکیل می‌دهند. جینا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. با گزارش دیگری هم در رابطه با وضعیت زنان در عراق، دنیس مکوش، دکتر نسایی و ولادی به مقدس‌ترین مکان مذهبی اقلیت ایزدی‌ها در عراق رفته تا بر رهبر معنوی اقلیت ادای احترام کنه، به این دلیل که این رهبر حکم کرده است زنانی که جنگجویان داعش در جریان جنگ‌های عراق به آنها تجاوز کردند نباید بدنام خطاب شوند. دکتر مکویچ با حاجی اسماعیل
بابا شیخ یزدی یک رهبر روحانی در معبد لالیش ملاقات می کند، جایی که دو بام مخروطی شکل آن مظهر سفر از زمین به بهشت است. یزدی ها پیروان یک مذهب قدیمی هستند که بیشتر از 500 هزار پیرو دارد. در سال 2014 شورشیان گروه دولت اسلامی هزاران زن و دختر یزدی را اختطاف نمود و من حیث برده های جنسی از آنها استفاده کردند. دکتر مکویچ قبل از سفرش به ولایت نینوا گفت در بسیاری از جوامع زنان قربانی تجاوز جنسی در انزوا قرار داده شده و بدنام شده اند. آنچه با جمعیت یزیدی صورت گرفت، جامعه جهانی واقعا باید مسئولیت آن را به عهده بگیرد، زیرا آنچه اتفاق افتاد قتل عام است و ما باید برای عدالت خواهی با آنها مبارزه کنیم. عدالت خواهی شیوهی برای جلوگیری از تکرار آن است. بابا شیخ رهبر روحانی گفته است که ما همه انسان هستیم و زنان نباید بدنام شوند. دکتر مکویج میگوید سپاسگزار است از موقف بابا شیخ که اکنون زنان می توانند سکوت را بشکنند و گواهی دهند. نگم الوکا عضو نهاد غیر انتفاعی 11 و اشتراک کننده در برنامه تمرینی انگلیسی برای زنان میگوید میخواهد از تجربه آنان برای رسیدگی به زنان جامعه خود استفاده کند. میخواستم ببینم چگونه آنها آن را تجربه کردند، چگونه از آن به در آمدند، چگونه آنها توانستند این زنان چنین توانمندی و قوت ببخشند تا بتوانند به جهان نگاه کنند و عقل خود را بخواهند. میخواستم از تجربه آنها بیاموزم تا بتوانم به جامعه خود آن را تطبیق کنم و کسانی که از خشونت داعش نجات یافتند کمک کنم تا درد آنها را به قوت و قدرت تبدیل کنم. یک گزارش ملل متحد منتشره در ماه آگوست حاکی است که عراق مسئول پیگرد قانونی عاملین جرایم و همچنان کمک به قربانیان بود. گزارش همچنان هشدار داد که زنانی که مجبور به ازدواج با اعضای گروه دولت اسلامی شدند، خطر تبعیض را متقبل شدند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. دوستا، حال هم از همکارم خدیجه هما الکوزی فشرده ای از رویدادهای جالب جهان را مشاهده میکنیم. بریتانیا در جشنواره گوتوود برای نخستین بار یک موتر اتومات بدون راننده توجه تماشاگران را جلب کرد. این نخستین مرتبه است که یک موتر بدون راننده در رقابت موترها شرکت می‌ورزد. موتر ریبوکا توسط شرکت ویبیوریس تریزی شده است. کوریای جنوبی یک کمپین مبارزاتی ویژه برای حمایت از سگ‌ها در سیول را اندازی شد تا به مردم توصیه شود که از خوردن گوشت سگ خودداری کنند. آنها این پیام را با استفاده از اسباب بازی به نمایش گذاشتند. آمریکا تینا پینی در نیویورک به نام مادر کبوترها شهرت یافته است. این بانو کبوترها را در سراسر نیویورک دانه می دهد و همچنان با شکل مجسمه کبوتر ظاهر می شود. جنبه مثبت این کارش این است تا با کبوترها سوء رفتار صورت نگیرد. و از سوی دیگر حدود 1000 شهروند نیویورک در میدان تایمز اسکوئر با ورزش یوگا پرداختند. علاقمندان در این محل گرد هم آمده و به صورت دسته‌جمعی تمرینات یوگا را اجرا نمودند. این ورزش در تقویت ظرفیت ذهنی بسیار مفید ارزیابی شده است. استفاده از مواد مخدر در کنار از اینکه کشنده است، آدم‌ها را به همت می‌سازد و مسئولیت‌هایی که یک انسان در برابر خانواده خود، همسر، پدر، مادر و کودکان خود دارد، نباید استفاده کند از مواد مخدر. بخش دری برنامه پایان یافت. از همراهیتان جهان سپاس. اما در نیم ساعت بعدی سید سلیمان آشنا با تازه‌ترین‌ها میزبان شماست. آقای آشنا به استودیو تشریف دارن. سلام دوباره آقای آشنا. سلام سیاد جان. انشاءالله پیام تازه دارین. بالکل در افغانستان تازه یو ډیره مهمه غونډه افغانستان کې شوې غوړو جزئیات لګروسته ورکو خو اول به خبرونه لنډیز وورو.